بار دیگر میگفتید که امسال شما با نمایندگی از کدام گروه اشتراک کرده و موضوع اساسی صحبت شما در این نشست امسال چی بود؟ خب من پس از تاسیس یابی جنبش صلح برشتی تاجیکستان باعث رهبر همین جنبش در کنفرانس همکاری های امنیتی اروپا اشتراک میکنم و موضوع اساسی که ما در میان گذاشتیم از طریق گفتگوهای سازنده و دعوت کردیم از کشورهای اروپایی و کشورهای غربی که با میانجیگری مسئله راه یک مکالمه سالم را با حکومت رحمانوف در میان گذارند. این مکالمه مثلا با کی صورت میگیرد؟ با حزب شما یا تمام مخالفین یا که مثلا با نمایندگی است که تاجیکستان در یک ورطه بسیار یک بمبست بسیار خطرناک قرار دارد. اگر که امروز از راه مکالمه های سازنده و گفتگوهای سازنده راه حل خود پیدا نکند، ما شاهدی نیزاها و شاهدی ناآرامی ها در تاجیکستان خواهیم شد، چون نظامی که امروز است و نظامی امامعلی رحمانوف تمام شرایط ها را برای با وجود آوردن یک نزاع در تاجیکستان فراهم ساخته است. تمام راه های مکالمه را بسته است و سرکوبی های فراگیر را در تاجیکستان راه اندازی کرده است و قتل های عموی که ما سال 2022 در بدخشان داشتیم و این نشان دهنده آن است که دیگر همه گونه راهی مکالمه، همه گونه راهی برای آسایشته ایواز شدن نظام در تاجیکستان غیر امکان است و به این خاطر ما تمام تلاش ها و کوشش ها ما انجام میدیم که راهی مکالمه باید که راه اندازی کرده شد و اگر که این راه نتیجه ندهد و دیگر مردم و ملت خودش میتواند که تصمیم بگیرد و دیگر ملت حق دارد، چون یک دفعه ما از راه مکالمه پیشنهاد کردیم و دو دفعه پیشنهاد میگیم، سه دفعه پیشنهاد، اگر این همه نتیجه نداد دیگر ملت اختیار دارد که برای آزادی، برای رسیدن به یک حکومتی دموکراتی دیگر همه راه ها و وسیله ها رو استفاده کنند برای برقرار کردن حقوق کنستانیشان آنها اقدام کنند. چرا شما مثلا فکر میکنید که حکومت باید روزی شود بیاید مثلا با شما مکالمه کنند، در حالی که مثلا فرصت های مکالمه با گروه های مثلا جدیدتر از این پیش بیشتر بود و حکومت هم نیومد مکالمه کند؟ چرا شما مثلا حالا فکر میکنید که با شما باید مکالمه کنند؟ ببینید شرایط و زمان به طوری آمده ایستاده است که و ما میبینیم که یک فرصت برای مکالمه است و از راه مکالمه امکان دارد که حل مسئله ها پیدا شود و اگر ما ببینیم که اینها نتیجه نمیدهد دیگر ملت خودش باید تصمیم بگیرد. یعنی 30 سال برای شما کافی نبود که مثلا با یک نتیجه برسید؟ چون علاقه 30 سال نشان داد که حکومت در تاجیکستان تغییر کردنی نیست و اسلوبش هم رو تغییر کردن نمیخواهد. پس شما مثلا با کدوم نمیدونم نیتی شما از این مکالمه چی است و با این مکالمه شما چی میخواهید؟ ببینید هدف و مقصد این مکالمه پیش از همه آزاد کردن زندانیان سیاسی است که ما بیشتر از 2000 زندانی سیاسی داریم و 6000 افرادی هستند که تنها با اعتقادهای دینی خود در تاجیکستان زندان شده هستند و اولین قدمی که ما میخواهیم که در این روند مکالمه استفاده شود آزاد کردن زندانیان سیاسی است و بعدا تمام شرایط ها رو فراهم آوردن برای فعالیت خبرنگاران و باز کردن فضای تاجیکستان برای فعالیت دیگر سازمان های حقوقی و تأمین کردن شرایط برای فعالیت آزادی ادوکات ها میتواند و تغییر اصلاحات از راه مکالمه است و ما میتوانیم با گفتگو و دیگر میانجیگری کشورهای غربی این کار را راه اندازی کنیم و ما امید داریم که حکومت کنونی رژیم رحمان عقل سالم را استفاده میبرد و تاجیکستان را به یک ورطه جنگ یا به یک ورطه ناآرامی نمیکشد، چون اگر که
ما تمام تلاش های خودمون رو میکنیم و اگر هر چیزی که در آینده رخ بدهد دیگر تمام مسئولیتش رو حکومت رحمان و دوست. مثلا اینجا سوال پیش میاد که اون زندانی های سیاسی که در تاجیکستان هستن اونا همشون به خاطر تغییر کردن نظام، به خاطر تغییر کردن اسلوب خود، اسلوب حکومت بود و زندان و اونا هم روزی بودن زندان شوند تا اینکه مثلا روزی شوند با نمیدونم با قرارهای حکومت یا با شرطهای حکومت و حالا ما مثلا شما میایید روزی میشوید با شرطهای حکومت تا زندانیان رو آزاد کنید یا اینکه چگونه است؟ مثلا چون چی خیلی که پیشتر سوال دادم، حکومت در 32 سال نشان داد و بارها هم تکرار کرد که هیچ گونه روزی نیست که تغییر سلوک کند. پس شما چیز شما چی است؟ مثلا انتظاری شما یا امید شما از چی است؟ ببینید حالا ما میبینیم که کشورهای غربی در این مورد چی تصمیم میگیرند. در اساس تصمیم گیری و همکاری ها با کشورهای غربی ما استراتژی این بعدی خودمون رو معین خواهیم کرد و استراتژی آینده ما این است که اگر کشور رژیم رحمانوف از مکالمه سازنده و برای صلح حل و فصل نمودن این مشکلات تاجیکستان را ندارد، باید کشور ما امید داریم که کشورهای غربی در مقابل رحمانوف فشارهای دیگر را استفاده خواهند کرد که از قبیل جاری نمودن تحریم ها که بتوانند به حکومت رحمانوف فشار بیارند تا این کارها را انجام دهد. و خطری که در تاجیکستان می شود این می تواند نه تنها در منطقه آسیای میانه ضربه زند، بلکه به کشورهای اروپایی می تواند این خطر تهدید جدی کند و این خاطر کشورهای اروپا و امریکا در قبال مردم تاجیک وظیفه دارند و مسئولیت دارند که در راه حل مصالحه آمیز این کار سهم داشته باشند. من سوالم را یک بار دیگر خیلی کرده به شما میدهم و تکرارم شاید شود، یعنی بلندترین سازمان یا اینکه چیز در دنیا این هم سازمان ملل متحد است نه، و کمیته حقوق بشر این سازمان چندین دفعه به فکرم اگر خطا نکنم دلای 6 نفر از زندانیان سیاسی تاجیک را بررسی کرده و گفته است که همه آنها بگونه هستند، آزاد کرده شوند و چی کمپنسیسیون به آنها داده شود. خب و تاجیکستان هم به هیچ کدام از این گپ ها گوش نداده است تا حال و یعنی نشان هم نداده است که در آینده این کار خواهد کرد. من نمیفهمم انتظاری شما، امید شما از این مکالمه چی است، در حالی که مثلا همه چیز روشن است و تاجیکستان موقعش را ضد تمام سازمان های بین المللی، تمام کشورها علکی بیان کرده است و گفته است که این راهی من است و من همین گونه میروم. اما شما مثلا میایید میگید که نه، مکالمه با او با این حکومت یعنی شدنی است و امید شما از کجا است؟ چرا چنین امیدها؟ مثلا ببینید اگر که حکومت رحمانوف از مکالمه دست کشد این معنای آن دارد که یک نظامی رادیکالی است و نظامی رادیکالی است و ملت یک جریانی است که ما تمام تلاشمون را از راه مکالمه انجام میدیم و اگر که رحمانوف از این کارهایش دست نکشید و برای مکالمه نیامد دیگر ملت رو ملت در برابرش تصمیم های باز جدی تر میگیرد که اون دیگر یک دوره به دوره یک دیگر میگذرد. یعنی شما حالا از فکری تغییر نظام در تاجیکستان دست کشیدید و برگشتید به راه مکالمه، درست است؟ چرانه این یکی از راه های تغییر نظام از یک نظام افتریتری به نظام دموکراسی است. سبب اصلی این تصمیم چی است؟ مثلا چرا شما یک بار از فکر اولا برگشته تو مثلا برای چگونه ما از آغاز همچنین فکر تغییر نظام در داخل تاجیکستان داشتیم، ولی این از راه گفتگو، از راه مکالمه، از راه مذاکرات، از راه روندهای صلح‌آمیز، نه اینکه از روی خوشوند. ما هیچگاه ما همچون یک حرکتی سیاسی ما همیشه تلاش میکنیم که روند کاری ما از راه گفتگو حل شود، از راه راههایی که میتواند ما رو به هدفی دموکرات کنانی کشور رساند ما باید این راه ها را استفاده بریم. این یکی از راه ها است.
یعنی شما باوری پیدا کردید که بعد این قدر سال رحمانوف آماده است بیاد با شما مکالمه کند و در نظام در کشورداری در اسلوب کشورداری تغییر وارد کند؟ ببینید ما در این مرحله نرسیدیم. حالا ما در یک پیشنهادی داریم، فقط آزاد تلاش میکنند کشورهای خارجی که برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و فراهم آوردن شرایط رسانه ها و فعالیت جامعه شهروندی برای تامین آنها و مرحله بعدی می شود که انتخابات های آزاد دموکراتیک و در اساس اونها ما می توانیم که کشور رو عوض کنیم. و اگر رحمان به این یکم شرط و شرایط هایی که ما پیشنهاد می کنیم راضی نباشد و دیگر باز با کشورهای غربی همکاری خواهیم کرد که اونها بتوانند به نظام رحمانوف فشار بیارن و از طریق اگر فشارها کار نداد جامعه جهانی در برابر رحمانوف قدرت بود، بی قوت بود، دیگر مردم تاجیک خودش قدرت دارد که این اثر خودش دور کند. یعنی ببینید فکری پیشنهاد یا اینکه ایده پیشنهاد زمانی صورت میگیرد که اونجا امید باشد. خب شما جای اومدید گفتید چونین امید رو ندارید، اما با هر حال چونین پیشنهاد رو کردید، یعنی برای شما این یک گونه بی‌معنی نیست؟ ببینید این قدم به قدم است، شما به خاطر اینکه رسیدن به یک هدف قدم های دارید. خب شما یک قدم رو گذاشتید و قدم دیگر شما در پیش یک قدم دیگر دارید. ما ببینیم که این قدم ما کار ندارد و قدم های بعدی خودمون رو خواهیم برداشت و خواهیم از اون قدم های بعدی خودمون در رسانه ها گفت. درست است. مثلا حالا شما میتونید یکم درباره فعالیت های نوتون و خاصتا پس از تغییراتی که مثلا صورت گرفت بگوید و کار چگونه است؟ جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان و فعالیت هایی که در چارچوبه پیمان ملی تاجیکستان داشت اون فعالیت های خودش ادامه داده ایستاده است و طرفدارانش بیشتر کرده ایستاده است و کارهای داخلی ساختاریش پرزور کرده ایستاده است و در سمت های مناسبت های بین المللی کار کرده ایستادیم، در سمت خود کار کرده ایستادیم و تلاش میکنیم که اون هدف و مرامی که جنبش اصلاحات و رشد گذاشتگی است برستن به یک کشوری دموکراتی و حقوق بنیاد و آزاد ما انشاءالله به اون هدف های خودمون میرسیم و کارها در این سمت ادامه یافته است. بله موافقت باشیم. سلامت باشیم. زنده باشیم.